سلام بر شما به برنامه دیگر از ایران و جهان خوش آمدید من فریبا شیروزی در نیم ساعت پیش رو با شما همراه هستم با مروری بر آخرین تحولات هفته گذشته ایران و سایر نقاط جهان در این برنامه به انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان میپردازیم که اعلام نتایج مقدماتی آن از سوی عبدالله عبدالله پذیرفته نشده و این کشور را در آستانه بحران قرار داده است نگاهی خواهیم داشت به اظهارات اخیر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت و اعتماد وی به دولت روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای. گزارشی داریم از نامی چهار نو اندیش دینی به علی خامنه ای در خصوص ضرورت التزام به قانون اساسی. در ادامه محمد رضا شاید خبرنگار ما در پاریس از رایزنی های کاخ الیزه و کاخ سفید برای حل بحران اوکراین میگوید و بختیاری خبرنگار ما در ترکیه ما را در جریان تحولات این کشور در هفته گذشته قرار میدهد با ما همراه باشید پس از اعلام نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تحولات سیاسی در این کشور وارد مرحله تازه شده است بر اساس اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این کشور آقای اشرف غنی احمد زای بیش از 56 و, و آقای عبدالله کمتر از 44 درصد آرا را کسب کردند تیم آقای عبدالله اعلام چنین نتایجی را کودتا علیه آرای مردم خوانده است کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با نامزدهای انتخابات جنجالی افغانستان از آنها خواسته است اجازه دهند فرایند تحقیق درباره تقلب کامل شود و از دست زدن به اقدامات فراقانونی پرهیز کنند بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 56 ممیز 44 درصد از آرای شمرده شده تا کنون به اشرف غنی احمد زی تعلق گرفته که مجموع آن 4 میلیون و 485 هزار و 888 رعی می شود. در همین حال عبدالله عبدالله نیز با کسب 3 میلیون و 461 هزار و 639 رعی از آرای شمرده شده 43 ممیز 56 درصد آرا را به خود اقتصاص داده است. به دنبال اعلام این نتایج سخنگوی عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نتایج اولیه دور دوم انتخابات را رد کرد به گزارش رویترز از کابل مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله گفت ما نتایج اعلام شده یه روز دوشنبه را قبول نمی کنیم و آن را یک کودتا علیه آراء مردم افغانستان می دانیم. در همین حال بر اساس گزارش خبرگزاری ها به دنبال اعلام نتایج انتخابات هزار تن از شهروندان کابل به خیابان ها ریختند و به تظاهرات پرداختند بر اساس گزارش ها تظاهر کنندگان نتایج آرا را نپذیرفتند و در همین حال گفته شده که بسیاری از آنها با خود اسلحه حمل میکردند همچنین گفته می شود نیروهای انتظامی و پلیس از مردم معترض حمایت کردند بر اساس اخبار رسانه های غیر رسمی مردم نسبت به تقلب صورت گرفته در انتخابات و نتایج اعلام شده آن معترض هستند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را روز چهارشنبه گذشته اعلام کند اما این امر به واسطه اعتراضات عبدالله, عبدالله برای پنج روز به تعویق افتاد آقای عبدالله معتقد است که در این انتخابات علیه او تقلب شده و به همین سبب نیز روز یکشنبه تاکید کرد که تا زمانی که آرای پاک و تقلبی از هم جدا نشوند نتیجه انتخابات را نمیپذیرد و این نتایج نباید اعلام شود در این شرایط خبرگزاری روترز به نقل از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف احمدزی گزارش داد که رقبای انتخاباتی با یکدیگر توافق کردند که آرای 7000 یکصد حوزه رأیگیری در ده استان را بازبینی کنند تا نسبت به صحت آرا اطمینان حاصل شود اما در همین حال یکی از مشاوران عبدالله عبدالله تأکید کرده که این توافق نهایی نشده است در این حال مجیب رحمان رحیمی به رویترز گفت نشست های ما تا نیمه شب گذشته ادامه یافت و پیشرفت هم حاصل شد اما هنوز به توافق نهایی دست نیافته ایم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این تاکید کرده بود که تأخیر پنج روزه در اعلام نتایج اولیه انتخابات باعث نمی شود که تغییری در زمان اعلام نتایج نهایی به وجود آید نتیجه نهایی انتخابات افغانستان روز 22 ژوئیه اعلام می شود. در همین حال آمریکا نیز به اعلام نتایج انتخابات افغانستان واکنش نشان داد جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه که واشنگتن از هیچ نامزد خاصی حمایت نمی کند گفت برای معتبر بودن نتایج انتخابات باید به تمام ادعاهای مربوط به تقلب به طور کامل رسیدگی شود بر اساس این خبر ساکی گفت که ایالات متحده بار دیگر بر حمایت از افغانستان مقتدر متحد و دموکراتیک و روند برگزاری انتخابات آزاد حمایت می کنند به افزود ما اعلام نتایج را دیدیم و میدانیم که این نتایج نهایی نیست و ممکن است بازتاب دهنده نتیجه نهایی انتخابات نباشد و میتواند تغییر کند ادعاهای جدی درباره تقلب وجود دارد و باید به صورت درست به آن رسیدگی شود به گفته وی صحبت از بررسی مجدد آرا در 7000 هزار حوزه رأیگیری و به صورت بالقوه بیش از 3 میلیون رأی است لازم است که کمیسیون های دوگانه انتخابات افغانستان و سازمان ملل متحد به این ادعاها به صورت جدی رسیدگی کنند و به ابهام های مطرح شده پاسخ جدی بدهند با همه این رویدادها حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای سران چهل کشور دعوتنامه فرستاده که در مراسم اولین انتقال قدرت دموکراتیک سیاسی در افغانستان که در کابل برگزار می شود یک ماه دیگر شرکت کنند این در وضعیتی است که هنوز روشن نیست که انتقال قدرت از طریق انتخابات اتفاق خواهد افتاد یا خیر در حالی که در ماهای گذشته حمله به دولت حسن روحانی شدت گرفته بود آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد از دولت حسن روحانی و مذاکره کنندگان هسته ای ایران حمایت می کند و به آنها اعتماد کامل دارد در همین حال هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم خبر از به تعویق افتادن استیزاه وزیر علوم داد قرار بود سهشنبه هفته گذشته طرح استیزاه وزیر علوم اعلام وصول شود رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که از دولت حسن روحانی و مذاکره کنندگان هسته ایران حمایت می کند و به آنها اعتماد دارد. سخنان آقای خامنه ای در میانه ششمین دور مذاکرات هسته ایران و قدرت جهانی بیان شده. در حالی که دو هفته پیش در به مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامعه اتمی نمانده است. به گزارش پایگاه تلارستانی آقای خامنه ای وی در جمع گروهی از مسئولان حکومت اسلامی اظهار داشت ما به تیم مذاکره کننده هسته ای اعتماد داریم و مطمئنیم آنها اجازه دست اندازی به حقوق ملت را نخواهند داد در مسئله هسته ای طرف مقابل به مرگ گرفته که به تبرازی باشد در مذاکره باید به نیاز آینده کشور توجه شود پیش از این گروه مذاکره کنندگان هسته ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هدف انتقادات شدید برخی گروه های محافظه کار قرار داشت تا جایی که دولت را به سازشکاری متهم می اما اعلام حمایت آقای خامنه ای تنها مربوط مذاکره کنندگان هسته ای نبود بلکه دولت حسن روحانی را نیز به طور کلی شامل می شد. وی اظهار داشت همه بدانند بنده دولت را حمایت و تایید می کنم و از همه توانم برای کمک به دولت استفاده می کنم و به مسئولان بلند پایه آن اعتماد دارم. به مسئولان دولتم عرض می کنم اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند. این سخنان در این حال با هشداری نیز همراه بود. آنجا که آقای خامنه ای تاکید کرد که نباید جریان های مامن با شعار اعتدال کنار زده شوند. او گفت شعار دولت که اعتدال است شعار خوبی است سفارش میکنم مراقب باشید جریان های مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنند در خطرها اینها هستند که سینه سپر میکنند در وزارت رهبر جمهوری اسلامی نامی از این گروه ها و جریان های مؤمن برده نشده است ولی به نظر میرسد که اشاره وی به جریان های تندرو و بسیجی ها باشد که رهبر نظام همواره از آنان تمام قد دفاع کرده است در همین راستا حسن روحانی هم پیش از سخنان خامنه ای از سیاست خارجی دولتش دفاع کرد و گفت استراتژی ما برد برد است اگر دشمن زیاده خواهی کند دنیا میداند که مسئولیت شکست احتمالی مذاکرات فقط متوجه و بر عهده طرفهای زیاده خواه است اما تنها این رهبر نظام اسلامی نبود که روز گذشته پس از چند ماه حمله به دولت یازدهم از تیم روحانی دفاع کرد بلکه پرونده استیزاه یکی از وزرای دولت هم به تعویق افتاد که به نظر میرسد این اقدام در کنار سخنان خامنه ای حاکی از نرمش جدید با دولت باشد در خصوص استیزاه سخنگوی هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دنبال جلسه مشترک طراحان استیزاه وزیر علوم رئیس مجلس و رضا فرجی دانا استیزاه وزیر علوم به یک ماه تعویق افتاد به روز نعمتی به خبرگزاری های ایران گفته است که این نشست به درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس برگزار شد و نمایندگان متقاضی استیزاه به وزیر یک ماه فرصت دادند تا موارد استیزاه را بررسی و رفت کند طرح استیزاه رضا فرجی دانا از دو هفته پیش و با امضای پنجاه نماینده مجلس خبرساز شده است ولی هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول این طرح خودداری میکرد و خواستار برگزاری نشست میان طراحان استیزاه و وزیر علوم بود نمایندگان و رسانه های نزدیک به دولت حسن روحانی میگویند که این طرح سیاسی کاری بوده و دلیل آن به خطر افتادن منافع استیزا کنندگان است. هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن استعلام از وزارت اطلاعات برای مشاغل حساس اجباری می شود. مجلسی ها همچنین در تذکر کتبی خطاب به مصطفی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضایی شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نشست علنی با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی استعلام از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای انتصاب افراد در مشاغل حساس را الزامی خواهد کرد. پیش از این نیز هر وزارتخانه و سازمان دولتی پس از استعلام از مراجع قضایی و گزینش به برای مشاغل حساس برای استخدام کارکنان خود اقدام می کرد. موضوعی که اکنون و در صورت تصویب نهایی مجلس با استعلام از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شکل الزامی و جدیتری به خود خواهد گرفت. اداره کل حراست هر سازمان یا وزارتخانه در ایران به نوعی زیر مجموعه وزارت اطلاعات محسوب می شود و وظیفه دارد که بر اساس موازین این وزارتخانه رفتار کند. اکنون و بر اساس آنچه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داده کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده پنج قانون گزینش و معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که به سایر دستگاه ها تسری پیدا کرده در نشست علنی مجلس بررسی شده و نمایندگان با 127 رأی موافق از مجموع 229 نماینده به آن رأی دادند در جزئیات این طرح پیش بینی شده که دستگاه های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند. در ادامه جزئیات این طرح آمده که در غیر این صورت استخدام بلا اثر و فاقد اعتبار محسوب می شود و هر گونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است. نمایندگان پس از تصویب کلیات این طرح بررسی جزئیات آن را به جلسه علنی فردا سهشنبه موکول کردند در همین حال نماینده ارومیه یکی از مخالفان این طرح تصویب آن را موجب امنیتی شدن گزینش دانست که باید از آن پرهیز شود نماینده کرمانشاه سعید حیدری طیب تصویب این طرح موجب خط کشیدن میان مردم دانسته و نیز به عدم وضوح و شفافیت مشاغل حساس اشاره کرده که به نظر او میتواند موجب تفسیرهای اشتباه شود. در خبری دیگر در مجلس ایران ده نماینده مجلس در تذکر خطاب به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پهنای باند و رفع فیلترینگ را موضوعات فرعی خوانده و خواستار عدم پرداختن به این موضوعات شدند پیش از این مقام های مختلف دولتی خواستار رفع فیلتر شبکه های اجتماعی شدند. این ده نماینده مجلس همچنین به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تذکر دادند و خواستار ایستادگی بر اصول حکومت اسلامی شدند این نمایندگان از وزیر ارشاد خواستند از فعالیت هایی در حوزه های کتاب و سینما که آنها آن را غیر فرهنگی خواندند جلوگیری کند همچنین برخی دیگر از نمایندگان نیز در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر ممنوع خروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضاییه شدند روح الله حسینیان، جواد کریمی قدوسی، محمد اسماعیل کوسری، فاطمه آلیا و مرداد بصرپاش از اعضای جبهه پایداری در مجلس از جمله امضا کنندگان این تذکر هستند. محمد موسوی نژاد نماینده دشتستان در مجلس و یکی از امضا کنندگان تذکر به وزیر دادگستری ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواند. آقای موسوی نژاد به خبر آنلاین گفت اگر این دولت این مصوبه را لغو کرده است باید آن را اعلام کند تا زمانی که حکم مصوبه لغو نشده است حکم مصوبه پابرجاست جلال جلالی زاده نماینده مجلس ششم در واکنش به این تذکر درخواست این ده نماینده مجلس را توهین به ملت و تخریب سرمایه های اجتماعی و نمادین کشور خواند وی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اضافه کرد بهتر است این نمایندگان لحظاتی از هوای خونک مجلس بیرون آیند و از مردم نظر خواهی کنند که مشکلات مردم چیست و چقدر در راستای حل مشکلات آنها گام برداشتند و بپرسند که چه کسی در قلب مردم حضور دارد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بارها خبرهایی درباره ممنوع خروج و ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران منتشر شده است. پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری برخی رسانه ها از لغو ممنوع خروج شدن خاتمی خبر دادند اما غلام حسین محسنی اجری سخنگوی قوه قضایی 22 مهر ماه 1392 در پاسخ به پرسشی در این باره گفت کسانی که در جریان فتنه 88 ظلم کردند تفاوتی در مورد آنها رخ نداده است و مراحل قبل برای آنها اجرا می شود اتفاق جدیدی رخ نداده است عبدالله بزرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری چهار نواندیش دینی در نامه سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند یا قانون اساسی را منحل کنید تا اداره کشور بر اساس منویات مقام رهبری باشد یا خطایتان را بپذیرید و به قانون احترام بگذارید این افراد همچنین خواستار پایان دادن به حصر میرخسین موسوی و مهدی کروبی و قانون رهنورد شدند به گزارش رسانه ها نامه سرگشاده عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری با نقد گفتهای خامنه ای درباره حصر منتقدان آغاز می شود. علی متحری و جواد کریمی قدوسی دو نماینده مجلس و نیز سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از قول خامنه ای گفتند که اگر این سه نفر یعنی رهنورد موسوی و کروبی محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود ما اکنون به اینها ملاتفت کرده ایم و نیز شرایط چارگانی توبه این افراد و بازگشتشان به بدنه ملت به گفته آنها اعلام کردند در نامه سرگشاده روشنفکران دینی به خامنه ای در نقد این گفته ها خطاب به خامنه ای گفته شده جناب آلی یک جانبه به عنوان قاضی و داستان علیه منتقدانتان اعلام جرم کرده اید آنها را قیامن و بدون حق دفاع شخصا محاکمه کرده و به مجازات محکوم کرده اید و چون در حق آنها ملاتفت نموده اید رقیق تر از شدت عمل آیت الله خمینی بیش از سه سال و نیم است که در خانه های خود در شرایطی بدتر از زندانهای جمهوری اسلامی مشمول تحمل مجازات حصر هستند. در ادامه نامه سرگشادی این چهار نواندیش دینی آمده است شما به جای اینکه بر اساس قانون با مخالفانتان برخورد کنید و دادرسی، محاکمه و مجازات آنها را به قوه قضایی بسپارید به نحوه عمل بنیانگذار جمهوری اسلامی متوسل شده اید. و با مقایسه عمل کرده ایشان پنداشته اید در حق مخالفانتان ملاتفت کرده اید به راستی از که عمل کرده آیت الله خمینی سنجه قانون شرع و اخلاق شده است عمل کرده ایشان همانند شما در انتباق با موازین قانون شرع اخلاق و حقوق بشر ارزیابی می شود و متاسفانه عمل کرده هر دو رهبر جمهوری اسلامی در قبال مخالفان و منتقدانشان غیر قابل قبول بوده است این نامه واکنش مشخصی است به انتشار اظهار نظرهایی از قول سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اسارت زهرا رهنورد میر حسین موسوی و مهدی کروبی اسارتی که به عنوان حصر یا حصر خانگی خوانده می شود این رهبران جنبش سبز نزدیک به پنج سال است که زندانیاند بی آنکه در دادگاهی محکوم شده باشند نامه سرگشادی عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری خطاب به رهبر برای رفع مشکل هست دو پیشنهاد مشخص به خامنه ای می کنند. در نامه آمده است اکنون دو راه پیش پای شماست. راه اول اعلام انحلال قانون اساسی و اداره کشور بر اساس منویات مقام رهبری این راهی است که شما عملا پیش گرفته اید و با نقض گسترده قانون اساسی کشور را با بحران های متعدد به پردگاه استبداد مطلقه و حکومت خودکامه شخصی سوق داده و قوای امنیتی و نظامی را به اتکای ارز نفتی بر مقدرات شهروندان مسلط کرده اید در این صورت به خاطر داشته باشید که شما بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی هستید راه دوم تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به جای قانون اساسی و احقاق حقوق ملت است توصیه های ما همچون دیگر دلسوزان و وطن به شما انتخاب راه دوم است نامه های سرگشاده ای که به علی خامنه ای نوشته می شود تا کنون پاسخی از جانب رهبر جمهوری اسلامی نداشته است در طول زمانداری خامنه ای بسیاری از منتقدان در نامه های سرگشاده ای وی را خطاب قرار داده و مسئولیت های رهبری را یادآوری کردند اما پاسخی که این منتقدان گرفتند معمولا داغ و درفش و حبس و قتل بوده است بیشترین نامه های سرگشاده به خامنه ای را محمد نوریزاد تاکنون نوشته است که هیچگاه از جانب رهبر جمهوری اسلامی پاسخی نداشته است و در ازای آن آقای نوریزاد بارها به زندان افتاده است. هفته گذشته و اولاند رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره تحولات اوکراین رایزنی کردند. محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس و جزئیات بیشتر. شب گذشته آقایان اوباما و اولاند یک مکالمه تلفنی و مشورتی داشتند درباره اوکراین و قرار است همین مشورت روز چهارشنبه فردا این بار با خانم مرکل انجام بگیره میدونید که امروز شهر یک میلیونی دانتوس که این احتمال وجود داره که ارتش اوکراین وارد بشه البته هنوز خبری مخابره نشده شهر آرام بوده آقای اوباما و آقای اولان میخواهند از آقای پوتین که هر نوع توان و تدبیر خودش رو در این مورد به کار بگیره روسیه میگوید دخالتی در این باره نداره و رئیس جمهور اوکراین میگوید که تا زمانی که شورشان خل اصلاح نشوند گفتگویی وجود نخواهد داشت قدر مسلم مهمترین موضوع این است که باید دید چه میشود کرد و چه باید کرد بین باید و توان موضوع مذاکرات این چند روزه سران دول جهانی بود است در مورد اوکراین باید گفته باشم که امروز نشستی هم در بروکسل در اتحادیه اروپا برگزار می شود در ارتباط با اوکراین البته و این آماده سازی کنفرانسی مهمتر برای جمعآوری کمک های مالی به اوکراین خواهد بود که امروز تمام جزیات اون تصمیم گیری خواهد شد و ما دو خبر کوتاه و هاشه امروز آقای فبیوز وزیر خارجه با سفیر امارات متحده عربی در پاریس ملاقات کرد و همینطور آقای لودریان وزیر دفاع برای هفتمین بار از سفرش به افریقای مرکزی برگشت و اما خبر آخرین این که امروز خانم هیلاری کلینتون با آقای اولاند در کاخ لیزه دیداری داشتند یکی از دلایل حضور و سفر اروپایی خانم کلینتون انتشار کتاب اوست آخرین کتاب او که مربوط می شود به خاطرات سالها و دهه ها البته همطور که اطلاع دارید این روزها شایعه احتمال نامزدی خانم کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا بالا گرفته و این هنوز از سوی هیچ مقامی تایید نشد اگرچه آقای اوباما گفته بود خانم کلینتون رو شایسته ترین فرد برای حزب دموکرات و شرکت در انتخابات میدونه شبکه خبری سی این در بررسی هایی که انجام داده مدعی شده 43 درصد از زنان ایرانی از طریق فیسبوک مسابقات جام جهانی فوتبال را پیگیری کردند و احساسات خود را از طریق این شبکه اجتماعی بروز دادند. شبکه خبری CNN حضور زنان سراسر جهان در شبکه اجتماعی فیسبوک در هنگام برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 را بررسی کرده و با استفاده از آمار و اطلاعاتی که فیسبوک در اختیارش گذاشته به این نتیجه رسیده که سهم بانوان ایرانی از تعقیب و پیگیری مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 در برزیل از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک 43 درصد است. این شبکه خبری آمریکایی به ارائه اطلاعات دیگر در مورد حضور زنان در مسابقات فوتبال و مشارکت آنها در تشویق و حمایت تیم ها نپرداخته و جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط شبکه CNN، سهم زنان در کاستاریکا 45 درصد، در هندوراس 46 درصد، در ایتالیا 44 درصد و در آمریکا 40 درصد بوده است. بسیاری از بانوان ایرانی و علاقه من به فوتبال در سالهای اخیر فعالیت گستردهی برای حضور در استادیوم ها و تشویق تیم های ورزشی نشان دادند. آنها اطلاعات، اخبار و نظرات خود را از طریق شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک در اختیار دیگران میگذارند. در سالهای اخیر تعداد زیادی از علاقمندان و فعالان مدنی سعی کردند در مقابل این ممنوعیت ایستادگی کنند اما همچنان با ورود زنان به ورزشگاه ها در زمان مسابقات مردان برخورد می شود. فعالان حقوق زن در ایران که پیگیر حق حضور زن در ورزشگاه هستند میگویند که طبق قانون منعی برای حضور زنان در کنار مردان برای تماشای مسابقات ورزشی وجود ندارد آنها در مناسبت های مختلف به ویژه رقابت جهانی تیم های ملی ایران سعی داشتند در محل مسابقات حضور داشته باشند اما اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران در زمینه رویکرد نیروی انتظامی درباره حضور بانوان در استادیوم های ورزشی گفته است در ابتدای دولت نهم مجوزی برای حضور بانوان صادر شد که با اعتراض علما و مراجع مواجه شد احمدی مقدم هفته پیش در اظهار نظری در این باره گفت نیروی انتظامی قانون را اجرا می کند و موزگیری علما و روحانیون و مقام معظم رهبری در این مسئله هنوز پا برجاست و ما به عنوان مجری قانون نمی توانیم چنین اجازه به بانوان در برزشگاه ها بدهیم. وی تصریح کرد در شرایطی نیستیم که اختلاط زن و مرد در ورزشگاه ها مسلحت باشد. در همین حال به نظر میرسد زنان ایرانی اکنون از طریق شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک مشارکت حد اکثری خود را برای پیگیری و تشویق مسابقات ورزشی ملی نشان دادند. در این بخش از برنامه سری میزنیم به مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد. داده های تجارت خارجی ترکیه که اخیرا از سوی مرکز آمار این کشور منتشر شده حکایت از اون داره که در نیمه نخست سال میلادی جاری حجم مبادلات تجاری این کشور با ایران در قیاس با سال گذشته نزدیک به 23 درصد کاهش رو نشون میده در پنج ماه نخست سال جاری صادرات ترکیه به ایران حدود 1 میلیارد و 170 میلیون دلار بوده و واردات این کشور از ایران بالغ بر 4 میلیارد و 212 میلیون دلار بوده که با احتساب این آمار یک رقم یک میلیارد و 600 میلیون دلاری کاهش در مبادلات تجاری دو کشور دیده میشه با وجود تلاش دو کشور برای بالا بردن حجم مبادلات تجاری خود به ویژه در طی یک سال گذشته اما سازمان تحریم های اعمال شده بین بر علیه جمهوری اسلامی یک مشکل اساسی در این مسیر بوده سفر مهم بهمن ماه آقای ارغان به تهران همینطور سفر ماه گذشته آقای روحانی به آنکارا و توافقات صورت گرفته حاصل از این دو سفر از جمله انعقاد موافقتنامه ترجیحات تجاری میان دو کشور در واقع اگر با نتیجه بخشی مذاکرات هسته ایران و غرب همراه باشه و بار تحریم های کنونی رو تا حدودی سبک بکنه میتونه روند مبادلات تجاری دو کشور رو به رونقی پایدار برسونه ولی خب این آمار و ارقام نشون میدن همه این تلاش های که از سوی دو کشور صورت گرفته تا زمانی که صد بزرگ تحریم ها از پیش رو برداشته نشه حرکتی لاک پشتی و کند خواهد بود اما گذشته از رویدادهای اقتصادی پیرامون تحولات سیاسی در داخل کشور در هفته گذشته وزارت امور خارجه ترکیه ای خارج بیانیه رو در مورد توقف حملات اسرائیل و غزه صادر کرده که در این بیانیه تاکید شده اسرائیل باید مجازات عمومی مردم غزه رو متوقف کنه و از جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد خواسته شده که اقدام جدی در زمینه متوقف شدن این حملات انجام بده اما جدای از این بیانیه وزارت امور خارجه موضوع فلسطین و نوع نگاه به تحولات این بخش از منطقه محل اختلاف نظر کاندیداهای های ریاست جمهوری ترکیه در این روزها شده از یک سو آقای اکمل احسان اغلو کاندیدای ریاست جمهوری و نامزد مورد حمایت دو حزب جمهوری خلق و عجب ملیگره ها معتقدن که ترکیه باید در موضوع فلسطین بیطرف فاقی بمونه سخنی که انتقاد آقای احرقان رو به عنوان دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری به همراه داشته آقای این هفته در تورهای انتخاباتی خودشون در شهر توکات از سخنان اکمال و احسان اولو در ارتباط با فلسطین انتقاد کردن و گفتن اونهایی که مارک ترکیه قدیم رو به دوش میکشن نمیتونن نامزد ملت باشن آقای اروان گفتم ترکیه در گذشته در مقابل حوادث واقع در جهان ساکت و خاموش می نشسته که از نامزدها ها می گوید که ترکیه باید در مقابل مسئله فلسطین بی طرف بماند اسرائیل بمباران کرده به انسان های محسوم و بیگناه می میرند به این باز هم می گوید که باید در مسئله فلسطین بی طرف بماند همینطور آقای اضافه کردن ترکیه ای وجود داشت که دنبال روی قدرت های حاکم جهان و هراسناک از سایه و ملت خود بود اکنون آنهایی که مارک ترکیه قدیم رو بر روش میکشند نمیتونن نامزده ملت ما باشند جدا از بر حال نقطه نظرات متفاوت نامزد های انتخابات ریاست جمهوری ترکش در هیته مسائل داخلی چه بین المللی به این نکته هم اشاره بکنم که تورهای انتخاباتی کاندیده های ریاست جمهوری در ترکیه آغاز شده و سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری یعنی آقای ارغان، آقای احسان و آقای دمیرتاش سفرهای تبلیغاتی خودشون رو به شهرهای مختلف آغاز کردن خبرهای تکمیلی در این رابطه رو سعی می‌کنیم در گزارش‌های بعدی بهش بپردازیم بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را میتوانید در وبسایت ما با آدرس ایران فردا دنبال کنید و از این طریق و همچنین ایمیل ما و صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.